و در این روز زیبا هنرمند جوان و محبوب میهمان ماست که همه شما دوستش دارید، شهریار عزیز، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. یک خوبی شهریار جان؟ بسیار خوب. خوشحالم که در خدمت شما هستم، خوشحالم که فرصتی اومد پیش اومد که در خدمت بینندگان عزیز باشم. همینجا اگه بدید من روز پدر رو به تمام پدران عزیز تبریک بگم، من جلو پدر خودم، و امیدوارم که پدران همگی سایه‌شون بر سر خانواده‌شون باشه، سالم و تندرست ان شاء الله. آره، و بازم خوشحالم که یک مقدار با تاخیر به دلیل اتفاقی که هفته پیش افتاد، اجازه بدید از اونم من عذرخواهی بکنم، به دلیل ترافیک مشکلی پیش اومد که سر وقت نرسیدیم، ولی خب انشالله با امید خدا دوستان بزرگواری میکنم و میبخشم. اشکالی نداره، به خاطر اینکه تو هر موقع میای حرفا جدیده، صحبت ها جدیده، آهنگ ها جدیده. بله هست. خیلی وقت هست ای تالا نیومده بودی، کجا هستی این روزا، چیکار میکنی؟ میدونید که من کار خودم هم میکنم و واسه اون یک مقدار به دلیل مسافتی که بین لس آنجلس و جایی که من زندگی میکنم هست دیر به دیر میام و سعی میکنم وقتی هم میام یک مقدار حرفا جدیدتر باشه، دوستان خسته نشن از ما. ولی خب بعد از این آلبوم یه سری کارهای جانبی خودش رو در مورد با ویدیو درست کردن و یه سری کارهای جدید کردن به امید خدا برای پروژه بعدی، و بازم میگم مشغله های شخصی خودم که کمتر باعث شد که در شهر باشم، ولی باز خدا رو شکر میکنم که سالم هستیم و الان در کنار شما در خدمت دوست عزیز. زنده باشید. خدمت رو عرض کنم که آلبوم جدید شهریار آهنگ های فوق العاده زیبایی داره. خودم یکیشو خیلی دوست دارم، نازکن. نازکن، آره، جادوی تو. کسی که نازکن نیست، نازکن شد. نازکن شد، جادوی تو بود، ولی دوستان مثل که بیشتر با نازکن این رو شناختن. و منم اون آهنگ رو خودم شخصا دوستش دارم. اجازه بدید هم از دوست خودم آریان عزیز، شاعر بسیار خوبش، سعید عزیز، آهنگساز بسیار خوبشون، جفتشون در ایران هستن، تشکر بکنم که خانم آریان عزیز شعر بغلم کن و هوای پرواز رو هم ایشون چه کارهای قشنگی میکنن در ایران این روزها، جوونا ماشاءالله، بسیار بسیار زیبا. و سعید عزیز هم آهنگساز هر دو آهنگ دیگه بود، هوای پرواز و بغلم کن. باعث افتخار منه که با بچهای جوون در ایران کار میکنم و میتونیم این رو بازش بکنیم که این کارها معمولا از طریق ایمیل به دست ما میرسه. ای حسرت شبهای من، قصد شراب ناز تو، این روح نارون من، ای طعم شیرین نیاز، ای راز عطر رازقی، یا بوت سرخ خواهشم مثل شقایق عاشقی. ناز کن ناز کن این جادوی تو، ناز کن ناز کن چشمم قلب تو، ناز کن ناز کن این جادوی تو، ناز کن ناز کن چشمم قلب تو. تو یک آتش کده است، من آبدی آشفتم، بین حسار شنه هات دار التهاب سوختنم، تو تشنه تحسین من تشنه آغوش ناز، شاه بیت آفرینشه تو، ناز و من غرق نیاز، ناز کن ناز کن این جادوی تو، ناز کن ناز کن چشمم قلب تو، ناز کن ناز کن این جادوی تو، ناز کن ناز کن چشمم.
کن ناز کن ناز کن چشمم مهد تو ناز کن این جادوی تو مبلغ در این ایمیل بدم برای دوستانی که علاقه دارن شعرها رو از طریق همون وبسایت خودمون شهریار میوزیک میتونن بفرستن. البته باید من توضیح بدم که جناب شفیعی یک کار ممکنه یک سال دو سال پیش من بمونه تا این بخواد احیانا استفاده بشه یا از نظر ریتمیکی از نظر وزنی خیلی از مسائل هست ملودی چه جوری انتخاب میکنیم مثلا شعر رو برات میفرستن به چه ترتیب هست؟ به عنوان مثال میتونیم همین شعر بغلم کن رو بگیم که در حال آلبوم سرا بود. خب شعرش بسیار قشنگ بود، همزمان خیلی عاشقانه، از نظر ریتم تمام مسائل رعایت شده بود، از نظر وزن و خوشبختانه آهنگساز هم اینا رو قشنگ گرفته بود و تونسته بود یک کار قشنگی رو ارائه بده. این کار خب مسلما با ملودی خودش اومد، ولی شعری که برای من دوستا ممکنه بفرستن اینجوری مقدار گرم شو داره، کولره مثل که خوب کار نمیده. اوکی، شعری که دوستان میفرستن و من میگیرم، خب اون موقع دیگه ملودی نداره، ملودی رو سعی میکنم خودم روش بذارم و اونم کاری نیست که بشه مکانیکی انجام داد، باید الهام بشه به یه چیزی، باید از شعر یک چیزی توی قلبت بشینه و مثل به عنوان مثال آهنگ ستایش اگر یادتون باشه در آلبوم خودت ساخته بودم. آره آهنگش ملودیشو خودم ساخته بودم یا آهنگای دیگه زیاد داریم که خودم کار کردم. خلاصه دوستان عزیز که لطف میکنم و شعراشون رو برای من میفرستن، اول اجازه بدید که یک دنیا ازتون تشکر بکنم، چون میدونم قسمتی از وجود خودتونه که میشینید این شعرها رو به این قشنگی مینویسید و در اختیار من میذارید، ولی ازتون خواهش میکنم که یک مقدار صبر رو حوصله داشته باشید و بعضی وقتا واقعا نمیشه، ممکنه یک شعر بسیار قشنگ باشه جناب شفیعی، باید احساس نزدیک بشه. آره. فکر می‌کنم باید با اون شعر زندگی بکنی، بخونی، شاید اون چند بار ارتباط باش برقرار بکنی، بعد اون حس آهنگ تو رو اون پیاده بکنی. 100%. آهنگو چه جوری می‌سازی؟ آهنگ چه جوری ساخته میشه؟ اینم بسیار سوال خوبی جناب شفیعی. آهنگ شما در کار آهنگسازی برای دوستانی که یک مقدار با موزیک آشنایی دارن، شما توی کلید ماژور یا توی کلید ماینر میتونید کار بکنید. معمولا کلیدهای ماینر یه مقدار برای آهنگای آروم‌تر و آهنگای عاشقانه‌تر و یک مقدار شاید غمناک‌تر استفاده بشه. آهنگای ریتمیک معمولا در گام‌های ماژور استفاده میشه. باز هم اون به سلیقه اون شخص یا اون چارچوبی که درش قرار گرفته، کسی که ملودی رو داره می‌سازه، برمیگرده و همش به احساس شاعره. من فکر میکنم که آهنگای قدیمی که الان ما بعد از 30 سال 40 سال میشنویم و هنوز که هنوز لذت میبریم شعره، فقط و فقط شعره. اجرا مسلما خیلی مهمه، تنظیم، ملودی، تمام اینا مهمه، ولی شعر در اولویت قرار داره. دقیقاً مثل ساختمان سازی، شما اگر پایت که همون شعره خوب نباشه، مسلما بعد از این مدت این ساختمان هم به ساختمان دیگه قدیمی میشه و اگه از بخش میشه. بغلم کن عشق خوبم، بذار حس کنم تن تو، از حرارتت بمیرم، بگیرم عطر تن تو، واسه من آغوش گرمت تنها جای امن دنیاست، ساز آشنای قلبت خوشترین آهنگ دنیاست، منو که بغل بگیر میشم تو شهر رویا، من میاد نفس تو سینم مثل مجنون پیش لینا، مثل مجنون پیش لینا.
تو شفاف و برانه. دل سپردم بیمهاب و بغلم کن تا نمیرم. بی تو تو دستای سرما مثل دامن فرشته، شب ما بدیس و پاکه. حتی ما به حرمت ما عاشقونه تر میتابه. بغنم کنش به خوبم، بذار آرامش بگیرم، سر بذارم روی شونت، با نفسات خوب بگیرم، جز سرم گشتای گرمت. تن من عشقی ندیده، دست بکش رو گونه من، منو خواب کن تا سپیده. ممکنه همچین احساس عجیبی نداشته باشی یا چشمتون رو نگیره، ولی یک کاری که از پایه درست باشه، که پایه یک کار هنری ترانه، همون کار موسیقی شعره، الان ما خیلی مثال ها میتونیم بزنیم در مورد با خواننده‌های قدیمی بسیار خوبمون که شعر باعث موندگار شدن کار شده. یک آهنگ ممکنه بیاد همین امروز بسیار بگیره 6 ماه یک سال، ولی بعد از یک سال فراموش میشه. آره. فکر کنم شعرش قوی نیست؟ 100%. فکر نمی کنم که چون من فکر می کنم، چون دیدیم بارها، چون ثابت شده، این اصلا دیگه از مسئله فکر کردن گذشته. یه کاری که بسیار میتونه امروز داغ باشه، بعد از 3 ماه نمیدونید خواننده کی، نمیدونید شاعر کی بوده، در صورتی که از نظر ریتم بسیار قوی بوده و بلکه ریشه نداره، شعرش مایه نداره. درست درست. بسیار عالی. خب میدونم که این آهنگایی که تو میخونی روش زحمت زیادی میکشی، ویدیو درست میکنی، شعر و آهنگ رو روش کار میکنی، اول در مجموع آدم پرطرفداری هستی شریعت، تعارف نکنم با در مورد طرفدارات و ارتباط اونها با تو، ایمیل فرستادن ها، چند تا شعر میگیری، چند تا آهنگ میگیری، چی ازت میخوان، به چه ترتیب هست این؟ اولا که ارتباط با طرفدارات من اگر کنسرت رو قبول میکنم، حقیقتش به دلیل اینکه دوست دارم از نزدیک دوستان عزیز رو ببینم. آفرین. چرا انقدر کم کنسرت قبول میکنی؟ اول سوال اولی من جواب بدم، بعدم سوال دومم جواب میدم. بسیار تک تک دوستانی که لطف دارم به من از روز اول، ازشون سپاسگزارم. فقط میتونم از ته قلب اینو بگم که اگر حمایت و محبت دوستان نبود، من امروز موقعیتی که بشینم اینجا و در خونهشون ظاهر باشم جز دوربین رو نداشتم و خودم رو بسیار مدیون دوستان عزیز میتونم. حالا چه از من داره؟ که غزل ساز دلم افرو کردی یه روزی گندمک، اومدی تو قصه هم گذر کنی، ریشه کردی خونه ساختی کم کمک، رقص موهات تو غروبا گندمک، پاشید و به پشت کوها میبره، شاید از خجالتش در نیومد. یکی هست از خودش افتابی تره، یکی هست از خودش افتابی تره. ما
چه خاکیم زیر پات، آب شدیم از کرشمه هات. یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. ما چه خاکیم زیر پات، آب شدیم از کرشمه هات. یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. عاشق رنگ طلای گیسوهات، عاشق سرخی رنگ گونه‌هات. گندمک وقتی نگاهم میکنی دیگه از یادم میره بهونه‌هات. خیلی وقت رنگ و ریشت تو تنه، خونه خاطره هات قلب منه. اگه باز ترانه گوغا میکنه واسه اعتراف عاشق شدنه. ما که خاکیم زیر پات، آب شدیم از کرشمه هات. یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. ما که خاکیم زیر پات، آب شدیم از کرشمه هات. یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. آلبوم ها چه از نظر حمایت کردن کنسرت ها، از هر نظر هر کاری که میکنید، مطمئن باشید که من شخصا یک دنیا ازتون تشکر و سپاس رو دارم و برام بسیار عزیز هستم. این مقدار رو سعی میکنم جواب بدم، ولی به دلیل مشغله کاری و به دلیل تعداد زیادی که هستش یک مقدار دیر میشه. مطمئنا جوابشون رو میگیرم، ولی خب یک مقدار با تاخیر. و نظرشون برام مهمه، نظرهای عزیزان، حالا انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، هر چی که باشه در صورت خونده میشه و سعی میکنیم که اگر جوابم میدی؟ جواب میدم، بله جواب میدم. از روز اول من جواب میدم. وقت میکنم ولی دیر جواب داده میشه. من سعی میکنم. بله، منیجرم الان اینجا نشسته و جا داره که از ایشونم تشکر بکنیم. بسیار در کارهای من زحمت میکشه و با گروهایی که درست شدن، طرفدارای عزیز که لود کردن، وبسایت‌های مختلف زدن، اخبار بهشون برسونه، خلاصه یه سری زحماتی که واسه من هست. آره، بسیار ازش تشکر میکنم، جناب ابراهیمی عزیز. ایمیل دارم جواب میدم، یک مقدار میگم فقط طول میکشه تا ایمیل ها. البته سعی میکنم پارتی بازی زیاد نشه. ایمیل های قدیمی رو شروع میکنم، یکی یکی جواب دادن. نوبتیه. آره نوبتیه. آره. در صورت بسیار برام جواب شما داده باشن، بسیار عزیزن همه دوستانی که لطف دارن. و در سوال دومتون در مورد با کنسرت ها. آره، سوالم این بود که چرا کنسرت کم میری و کم قبول میکنی؟ من خودم یکی دوتا آفر به تو داشتم، مثلا دیدم که گفتی حالا صحبت میکنیم، نمیدونم خلاصه تفره رفتی. درست. چیه داستان؟ دلیلش اینه که جناب شبخیز، جامعه هنری ما الان یک مقدار خیلی شلوغ شده و بعض من فکر میکنم آدم خب مثلا من از روز اول که کارم رو شروع کردم این مسئله لوکس رو نداشتم که یک منیجر داشته باشم و به کارم رسیدگی بکنم. همیشه خودم و خودم بودم. ولی حالا دیگه داری. ولی الان خوشبختانه دو تا چشم دیگه هست که هوای کار رو داره. و ولی تا زمانی که خودم بودم، شما چون تنها هستی، هر چقدر که زحمت بکشی یه جای کار خواهد لنگید. چون یه دست صدا نداره. ولی باز با وجود این خدا رو شکر فکر میکنم خیلی خوب بود. آره، خیلی خوب رفتی جلو. ولی الان خیلی خوبه که یک منیجر داری، اون به کارات میتونه برسه. 100%. و در مورد با کنسرت ها تصمیم گرفتیم که با آقای ابراهیمی که هر برنامه ای رو ببینیم، چه برنامه ای هست، چه گروه سنی رو میتونن قبول بکنن، آیا از نظر این که من از شغل اصلیم و کار و زندگیم بگذرم میشه، میارزه که آدم بیاد همچین کاری رو بکنه. نه منظورم از ارزیدن، منظورم از نظر مالیش نیست. از نظر اینکه بزرگ بودن برنامه چقدر رو میتونه درجه بگیره، پرستیژ کار. شما جناب شبخیز، اگر بخواین یک ماشین مرسدس هم بخرید، مرسدس هم کلاس های به خصوص خودش داره. بله. و خوبی که آدم سعی بکنه که برنامه‌ای هم که انتخاب میکنه برای رفتنش
کلاسش به اون برای اون شنونده برای اون بیرنده مرسدس بنز 500 دنبال اونه که نمیتونیم بخریم. به قول یکی از دوستان میگفتم که این قیمتش چنده، میگفت اگر سوال بکنی بهتره که نگاش نکنی. حالا من سوالم اینه، شاید یکی دلش بخواد تو رو ببینه و اون طبقه مرسدس بنز 650 نباشه. من از نظر قیمتی منظورم نبود، نه میگم حالا اگه اون افرادی که میخوان بیان تو رو ببینن درست اونا چیکار بکنن؟ اون وقت ما تمام سعیمون اینه که برنامه ای رو که قبول میکنیم برنامه ای باشه که در شأن و ارزش یک ایرانی عزیز باشه. من منظورم ارزشش اون بود، نه اینکه برنامه‌ای شده که ما رفتیم متاسفانه و من اصلا راضی نبودم از اینکه چرا ارزش برای مردم، برای مردم آره، ارزش مردم آره، خود ما که میگم اصلا مسئله میخوای پس مرسدس بنز 650 رو برای مردم داشته باشی. حالا اگه داشتم منم باشی عکس بگیرم ممنون میشم، ولی اونا قراره پشت مرسدس بنز بشینن. به همین دلیل یک مقدار سعی کردیم که کارا رو فیلتر شده انجام بدیم، هر کاری رو قبول نکنیم، ولی میگم اگر من کاری رو قبول میکنم و میرم صرفا به دلیل اینکه بتونم عزیزانو از نزدیک ببینم و موقعیت اینو داشته باشم که باشم از نزدیک آهنگامو بخونن باشون بخونن. من فکر میکنم که در کنسرت آینده‌ای که برای مردم خواهیم داشت حتما از وجود شهریار عزیز استفاده بکنیم ان شاءالله که ببینی یک توده عظیم مردم در دبی بیان و ببینن. ما یک بار با هم یک کنسرتی داشتیم در دبی، چقدر موفق بود، چقدر عالی بود، چقدر با شهریار رو دوست می‌داشتن. شبی بود که شما با خانم لیلا فروهر برنامه داشتید، درست و چقدر استقبال مردم عالی بود و چقدر ریسپاندی که به واقعا شهریارم دادید و لیلای فروهر عزیز که مسلماً جای خود داره و پیشکسوتی است برای این کار، ولی دیدم که چقدر به این صورت، یعنی اون عشقی که میدید به شهریار، اون عشق دوست داشتن خواننده خوبه. لطف محبتشون بود. آخرین سوالمو مطرح میکنم، میخوام ببینم نظرت کلاً راجع به لس آنجلس و موزیک لس آنجلسی که الان خود داری درش فعالیت میکنی چی هست؟ چی میبینی قضیه رو؟ سوال بسیار جالبی. فکر میکنم که یکم بوداره ولی خب من فکر میکنم به شما جناب اتا، من داشتم با آقای ابراهیمی توی راه در مورد با این مسئله صحبت میکنم. بله. که شما وقتی حالا در هر مسئله ای، در هر کاری شناخته بشید، حالا یا یک تلویزیون دارید یا یک مجله دارید یا یک خواننده هستید، در صورت مردم میشناسنتون. این یک مسئولیت بزرگی هم به همراه با خودش داره. مردم رو آگاهی دادن درست و تا اونجایی که میشه یه سری مسائل بهتره که پشت پرده بمونه، چون ارزش بینندگان ما به نظر من خیلی بیشتره که بخوان همه این مسائل رو بدونن. ولی به نظر من آگاهی دادن به بینندگان یکی از یا شنوندگان یکی از مسئولیتایی که من از روز اول اینو رو دوش خودم دیدم و سعی کردم که به انجام برسونمش. امیدوارم که اینجوری هم بوده باشه. نماد بازار لس آنجلس امروز به نظرم بسیار بازار هرج و مرجیه، بازار بسیار شلوغیه. به دلیل اسم دموکراسی ما میتونیم بگیم خب دموکراسی آدم هر کی دلش بخواد میتونه انجام بده. جناب اردلان سرفراز شاعر بسیار خوبمون که من بسیارم بهشون ارادت دارم، یه حرف خیلی قشنگی میزنن، میگن که هنر در آزادی مطلق میمیره. و حرف بسیار جالبی اگه بهش فکر بکنیم، چون که دیگه امروز متاسفانه هیچ فیلتری وجود نداره، هر کسی هر چیزی رو که بخواد میتونه به عنوان یک کار بده بیرون. از نظر ویدیو فکر میکنم بسیار پیشرفت کردیم، از نظر ریتم بسیار، از کاری که با تکنولوژی رفت داشته بسیار به نظر من تو این چند سال اخیر جامعه هنری ما تونسته نهایت استفاده رو ازش بکنه. چی نقصان داشته پس؟ چی کم بود؟ پس رفتمون در شعر، در کلام اصلا رعایت نمیشه چی خونده میشه. تمام حرفای عادی که ممکنه من در روز بخوام با دوستم بزنم وسط شعر میاد، بعد اون دیگه شعر نمیشه، اون خیلی چیزای دیگه میشه اسمشو گذاشته بشه. ولی من فکر میکنم پس رفتمون در کلام بوده. و جناب شبخیز، اگر زبون فارسی اینقدر غنی نبود، اینقدر ما شعر حافظ و سعدیمون در بزرگترین موزه های دنیا نبود، ما رو به اون نمیشناختن. ما به دلیل کلام قشنگمون، به دلیل اینکه میتونیم این ارتباط رو در شعر با شنونده برقرار بکنیم میشناسن. واسه همین برای من این مسئله خیلی مهمه، سعی کردم رعایتش بکنم از روز اول، در صورتی که
چون در کشور خودمون ما کار نمی‌کنیم، این باعث میشه خب یک سری دستامون یه مقدار بسته است، مجبور یک سری کارهای تجارتی هم انجام بدی. ولی باز من سعی کردم که اون کارهای تجارتی رو تو همون چارچوب شخصی خودم و کاری رو که دوست دارم انجام بدم. در نتیجه گیری میتونم بگم که پیشرفتمون در کارهای تکنولوژی که با ریتم و ویدیو و تصویر برداری بوده بسیار خوب بوده، ولی در کلام بخواه بگیم ما در راه مادیات جلو رفتیم، معنویاتمون یکم کمتر شده. خیلی بهتر از اونی که من خودم میخواستم بگم شما بگیم. راست میگیم. صد درصد. خب شما موافق نیستی با این دنبیه؟ من والا موافقم تا حدی، ولی من فکر میکنم که شرایط زمان و مکان رو هم باید در نظر گرفت. جوانایی که الان اینجا رشد دارن میکنن باید با ریتم و صحبت و کلام ساده نگهشون داشت. درست. اونم درسته، یک سری معضلات رو در پیش رو داره که انتقاد آدمی مثل تو رو برمی‌انگیزه و میگه که شعر شاید یه مقدار افت کرده باشه، ولی زبان امروز برای بچه‌های خارج از کشور که دارن رشد میکنن یه مقداری به نظر من باید باشون سهل و آسان‌تر صحبت کرد. موافق هستم، ولی ما بیشتر شنوندگانمون در خارج از کشور آره، در داخل کشور. درسته. در داخل کشور. حرف درسته. البته زبان بچه‌های داخل ایران هم عوض شده تا اندازه‌ای. عوض شده. آقا همه چی عوض شده. از شهریار عزیز تشکر می‌کنم که ایمان برای ما بود. میدونم که برنامه‌های خصوصی کم میری یا اصلا نمیری؟ اصلا نمیرم. چرا؟ برنامه خصوصی والا به کارت نمیخوره؟ به کار من نمیخوره، چون که دوستان عزیز هستن که خیلی بهتر این کار رو از روز اول شروع کردن. کارای من به خودم شخصا از روز اول انتخابی کردم، برنامه خصوصی اصلا نرفتیم و ولی فقط کنسرتی میدیم. کنسرتی فقط، برنامه کنسرتی توی برنامه هم بود از روز اول. لس آنجلس الان برنامه‌ای داری که کنسرت داشته باشی؟ برای لس آنجلس نه، برای اورنج کانتی یک سری برنامه ریخته شده که به امید خدا به زودی اطلاعات بیشترش رو میدیم به شما. حتما. از خیلی خوشحال هستیم که شهریار عزیز رو میتونید در اورنج کانتی ببینیم. عزیزانی که در لس آنجلس در سان دیگو زندگی میکنن میتونن به زودی شاهد کنسرتی از او باشن و همین جور انشالله با امید خدا ظرف 3-4 ماه آینده در دبی شهریار عزیز رو خواهیم دید که یک برنامه ناب و زیبا رو برای شما خواهد گذاشت. آقا خیلی ممنون که دعوت ما رو کردید. روز پدر به شما مبارک. به شما همچنین که پدر بسیار خوبی هستید، بسیار سخت‌کار. این رو من دیگه شخصا به چشم خودم دیدم از 4-5 سال پیش، قبل از اینکه من کار موسیقی رو به این صورت شروع بکنم. بسیار بسیار زحمت کش بودنتون برای من با ارزشه. زنده باشی. آره، و انشالله که سایه‌تون بالای سر بچه‌هاتون. لطف داری اصلا. خیلی ممنون از مهندس شهریار که همیشه در برنامه‌های ما شرکت می‌کنه و آهنگای خوشگلش رو پخش می‌کنه. آقا یک گرت تشکر. ممنون از شما. خدا نگهدار. با امید دیدار. در خدمت هستم. ناز کن این جادوی تو،